سلام دوست، عبدالله مسلم هستم. در این ویدیو قرار است بر شما ایراد یاد بدم که چطور موبایل کمره موبایل تان باعث ویب کم استفاده بکنید. بچه مولا، یعنی که کمره موبایل تان به کمپیوتر وصل میسازید و هر جایی که میرین از طریق وای فای، یعنی بدون اینترنت، اینترنت نیاز نداره. هر طرف را که شما فیلم میگیرین یا کمره موبایل تان میچرخانین، ورد اسکرین کمپیوتر بر شما نشان میده. خب، به خاطر از این کار که کمره موبایل به ویب کم تبدیل بکنیم، خیلی سافتیر های زیاد و اپلیکیشن های زیاد هست که در موبایل میتونیم استفاده بکنیم. یک از اپلیکیشن ها که خصوصا در موبایل های اندروید می استفاده میکنم، موبایل آیفون شاید کدام روز دیگه براتون ویدیو ثبت کردم. فعلا موبایل های اندروید، منظورم می سامسونگ و غیر از آیفون، موبایل هایی که بدون آیفون باشه اونها سیستم های اندروید هست اکثرش. در این موبایل ها من براتون یاد میتونم یک اپلیکیشن هست به نام آی پی ویب کم که شما میتونید به طور فری یا رایگان از پلی استور را دانلود بکنید و استفادهش بکنید. معمولا دیده کدام جا استفاده میشه؟ به طور مثال شما یک کنفرانس کلان دارین و یک قسمت از کارتون را میخواین به کمره موبایل ثبت بکنید و در اسکرین کمپیوتر منتقل شود، اسکرین کمپیوتر به پروژکتور بزرگ منتقل شود. معمولا در این جا استفاده میشه که فرض مثال تالار خیلی کلان باشه، تعداد زیاد از افراد باشه و نتونن اون کار جزئی که شما امروز دست انجام میتین یا خرد پیشوریتون انجام میتین او کار رو ببینن. فرض مثال کاردستی جور میکنین، فرض مثال ترمیم کمپیوتر انجام میتین یا کارهای دیگه، این توسط کمره موبایل از نزدیک فیلم میگیرین، کمره موبایل توسطش به موبایل انتقال میشه، از موبایل به کمپیوتر، از کمپیوتر به پروژکتور و کلان نمایش داده میشه و تعداد زیاد از افراد در کنفرانس همه گزو مستفید میشن. میرم حالا به طرف کمپیوتر و موبایل، اسکرین ریکاردر اردیش روشن میکنم تا هم در کمپیوتر هم در موبایل براتون نشان بدم که چطور شما این کار بکنین یا کمره موبایل من حیث ویب کم در کمپیوتر استفاده بکنین. دوست عزیز، قسم قبلا در براتون گفتم اپلیکیشن هست به نام آی پی ویب کم که در قسمت شما میتونین ببینین اپلیکیشن هم باز میکنین. در قدم اول باید وای فای پخش شوه از یک وسیله جانبی یا از موبایل یا از کمپیوتر که هر دو موبایل و کمپیوتر در یک وای فای، در یک شبکه وای فای باید وصل باشن. خب من به خاطر از این کار هاتسپات میتونم از طریق موبایل خود هاتسپات روشن میکنم، میرم در کمپیوتر و کمپیوتر خود در هاتسپات موبایل خود وصل مینمایم. خب از این طریق کمپیوتر با موبایل وصل میکنیم از طریق شبکه وای فای. بعد از اون در قسمت آخر اپلیکیشن رو باز میکنیم، در قسمت آخر استارت سرور ایره کلیک میکنیم، الو اجازه میتونیم برش که دسترسی داشته باشه به بعض از قابلیت های کمپیوتر. و بعد از او حالا هم در این قسمت برای شما یک چی آی پی آدرس میتن، آی پی آدرس در قسمت کروم یا هر براوزر که شما استفاده میکنیم، کروم باشه، فایرفاکس باشه یا اکسپلورر خور ویندوز باشه، میرین در این قسمت باز میکنین و در قسمت که آدرس قرار است شما وارد بکنین، در قسمت آی پی آدرسی که برای شما میتن که در این قسمت است، این آی پی آدرس وارد میکنین 192.168.43.122.80. میره وارد میکنیم. خب در این قسمت قسمی که شما میبینین در اسکرین کمپیوتر با فعلا کنکت نیستیم. خب حالا ما میرم به طرف ازی که چطور ویدیو را کنکت بکنیم. در قسمت براوزر میبینین آی پی ویب کم که مشخصات خود اپلیکیشن که در موبایل باز کردیم او را باز کرده برام. میرم در قسمت پایین و نو ویدیو و نو آدیو فعلا است. ما در قسمت فول سکرین یا براوزر انتخاب میکنم، ویدیو رندر براوزر انتخاب میکنم تا در براوزر برام ویدیویی که توسط موبایل گرفته میشه را نمایش بده. شما میبینین که ویدیویی که توسط موبایل من میگیرم اونجا میبینین، در قسمت در خود موبایل هم میبینین و همچنان در خود کمپیوتر تمامش ست هست و ویدیویی که من توسط موبایل میگیرم این تمامش رو بر من نشان میده. یه ویدیویی که قرار است از خود بگیرم به طور مثال میبینین، سلام دوستا، در قسمت کمپیوتر تمام ویدیویی که از توسط موبایل من میگیرم کل شده اینجا نشان میده و حدودا این فاصله ای که توسط موبایل شما ریکارد میکنین و در کمپیوتر بر شما نشان میده تقریبا تا حدود 15 متر الی 20 متر اگر موانع دیگه که سیگنال قطع بکنه نباشه کار میتونه برای شما. و همچنان خوبی دیگه که داره صدا رو براتون انتقال میده. و همچنان اگر پایین برین شما گزینه‌های خیلی زیاد هم دارین که ریکارد ویدیو میتونین، همین تصویری که از طریق موبایل کمپیوتر انتقال میشه ایره ریکارد هم بکنین. و همچنان مسائل خیلی زیاد دیگه هم داره که شما میتونین اینا رو از نامش پیداست که کراپ قطع میکنه، زوم نزدیک میکنه و تمام مسائل دیگه از دیجک شما میتونین استفاده بکنین. خب من فعلا قطع میکنم.
نو ویدیو کلیک میکنین و ویدیو رو بر ما دیگه نمایش نمیده. خب دوست عزیز، خدا کنه که از این ویدیو خیلی شما استفاده کرده باشین. خب دوست عزیزی بود از ویدیویی که امروز قرار بود برای شما ثبت بکنم، تهیه بکنم تا شما از او استفاده بکنین، که آموزش وصل کردن کمره موبایل با کامپیوتر بود که در خیلی قضايا در خیلی جایا احتمالاً استفاده زیاد از او بکنین. تمام مواردی که لازم بود برای شما ایجاد تشریح دادم. یک موضوع عظیمی مونه که فرض مثال این خود تنها کمره موبایل بود، که چطور صفحه موبایل تان چطور با کامپیوتر وصل بکنین، تا صفحه موبایل تان در کامپیوتر برتان نشان بده شما کارهایی که میکنین در اوجن انتقال بیفته تصویر، دیگه با انگلیسی به نام میرورینگ یا آینه برش میگن، یعنی چیزی که در موبایل است و در کامپیوتر هم باشه. ان شاء الله در یک ویدیو دیگه براتون ثبت میکنم تا اونم یاد بگیرین و ازش در موارد مختلف در جای مختلف استفاده بکنین. خب دیگه چیز نمیمونه، اگر سوال بیشتر نظر داشتین حتما در کامنت های پایین ویدیو یا هم در شبکه اجتماعی امروی ما شریک بسازین و ما کوشش میکنم تا حد توان تمامش جواب بدم. تشکر از اینکه ویدیو رو تا آخر دیدین. خدا کنه از ویدیوهای ما که ثبت میکنم، خدا کنه از ویدیوهایی که ما ثبت میکنم استفاده خیلی زیاد ببرین و ما خیلی خیلی خوشحال میشم از اینکه بتونم یک چیزی را که ما دارم یا محتوای خدا با شما شریک بسازم و دوستا و مردم و مخلوقات خدا از او استفاده بکنن، خیلی از این خوشحال میشم. خب دوست عزیز سابسکرایب کنین، کانال ما رو سابسکرایب بکنین تا که ویدیو بعدی مرا با خبر شوین و زمانی که ما ویدیو تازه آپلود میکنم برای شما نوتیفیکیشن میتونید از ویدیوهای جدید ما مستفید شوین. خب دوستایی بود از این ویدیو، تا ویدیو بعد خدا نگهدار. دوستای بیرون خوب میگیره ای ماشاءالله، برو دیگه قط کنید. خب دوست عزیز